کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. جهان نگری کارل گوستاف یونگ، مترجم و گردآورنده جلال ستاری. جهان نگری یونگ بر اساس مقالات و گفته های پروفسور کارل گوستاف یونگ، روانشناس قرن 19 هم و دانش آموخته و همکار پروفسور زیگموند فروید می باشد. صفحه 17. و اما نقاب، پرسونا، در نظر یونگ صورت ظاهر فرد در جمع و ذره محافظ سازگاری اجتماعی است و چون حاصل مصالحه‌ای ضروری است، ممکن است چنان رشد نامتناسبی بیابد که به نقابی نفسگیر بدل شود. به هر حال، نقشی که ناگزیر باید تا حدی بازی کرد، چیزی جز صورت کجمج و ناکامل مادینی جان کارل گوستاف یونگ. یونگ که معتقد است مجموعه انگیزه‌هایی که مادینی جان را فراهم می‌آورند و بنیان می‌نهند و غالباً پنهان و سریند، خاص ماهیتی جنسی دارند. همچنین باور دارد که از لحاظ کتاب جهان نگری یونگ خودآگاه زنانگی بر اساس مقالات و گفته های پروفسور کارل گوستاف یونگ، دانش آموخته و همکار پروفسور زیگموند فروید می‌باشد. یعنی تصویر آرمانی مرد دلخواه و میل همانند شدن با او حتی پیش از دیدارش. بنابراین باید پذیرفت که در ناخودآگاهی مرد تصویر کلی زن، مادینه جان، که ممکن است نقش پرداز ژن‌های زنانه سازمان عالی مرد که در اقلیتن باشند، به صورت مادرزاد وجود دارد، حالان که در روان زن برعکس مؤلفه نرینش نرینه جان مستقر است و آن دو مستر در رؤیاها به سیمای اشخاصی نوعی نمودار می گردن. بنابراین یونگ دو قطبی بودن هر فرد آدمی را که یکی همجنس اوست و دیگری تصویر آرمانی جنس مخالف به سیمای شخص، جایگزین سائقه های جنسی نهاد بنا به آموزه فروید می کند. اما معتقد است که روان مادام که خاطرات مربوط به منع و نهی صادره از جانب والدین و در اینجا به من برتر فروید می رسد، تصویر آرمانی را که جان بخش و مایه حیات وی است مستور می دارد و فلج می سازد. به طرز ناخودآگاهی کجمج یعنی بیراه می شود و برای خلاصیش باید ساحت ناخودآگاهی را از یادها و خاطرات وسوسه انگیز که مانع آزادی نیروی روانی می شوند و بدین گونه در وجود آدمی میان خواستهای خودآگاه و القاعات ناخودآگاهش
تضاد و تعارض برمی انگیزد سترد. بنابراین تعادل روانی در چشم انداز یونگ مستلزم برقراری مناسبات صحیح با سرچشمه نیروزای درون یعنی ناخودآگاهی جمعی است و پدیده‌ای که روانشناس سوئیسی به نام فرایند تفرد یا فردیتیابی مینامد به اعتباری با توازن و هماهنگی گرایش‌ها به مفهوم جمع و تلفیق آرزوها به صورتی که کلن بر معنایی دلالت کنند خالی از مشابهتی نیست. بدین گونه یونگ هویت یا خود را که به اعتقاد وی مصدر حقیقی روان، مرکز ناشناخته و مشتاقانه طلبیده شخصیت، نقطه غیرقابل توصیفی است که مجمع از داده است، جایگزین من برتر فروید می کند. من این مرکز به نام شخصیت را هویت یا خود نامیدم. خود از لحاظ عقلانی مفهومی روانشناختی و ساختی است که می باید مبین ذاتی انتزاعی باشد که بر ما ناشناخته می ماند. جوهری که فهمش میسر و مقدور نیست، زیرا همچنان که از تعریفش پیداست بیرون از دایره امکانات دریافت ماست. ایزن می توان گفت که خود خدای باطنی خدای درون ماست و چنین می نماید که سراسر حیات روانی ما از آغاز پیدایش از آن سرچشمه می جوشد و همه ی هدفهای نهایی و غایی زندگی من بدان سو می گراید. قرابت و نامتعارف بودن این تعریف غیر قابل اجتناب است، چون می کوشیم تا چیزی را که برتر از قوه درک خرد ماست از راه اندیشه دریابیم و هر بار که چنان قصدی داشته ایم چنین بوده است. امیدوارم خواننده به روشنی احساس کرده باشد که فاصله میان خود و من به اندازه بعد مسافت بین خورشید و زمین است. نمیتوان یکی را با دیگری خلط کرد، چنان که خدا کردن انسان و یا فرود آوردن خدا نیز منظور نیست. آنچه ماورای خرد انسانی ماست به هر حال دست نیافتنی است. کوشش برای نیل به خود تحقق ذات است و فرایند تفرد طریق لازم جهت حصول آن، زیرا خود باید هم پوشش های دروغین پرسونا را به دور افکند و هم از سیطره قدرت القایی تصاویر ناخودآگاه رهایی یابد. بنابراین وجود خود و فرایند تفرد از لحاظ یونگ مورث این یقین است که روح در واقعیت خود آگاه و ناخود آگاهش بسی گسترده تر از آن است که عموماً می پندارند. یونگ اطمینان دارد که اساسی ترین عناصر متشکله روان آدمی روال و روند ضرورتاً یک جانبه ی حیات خودآگاه را همواره تصحیح و تلافی یا جبران می کنند و باید چنین کنند و منظور وی هموار ساختن راه برای جمع و تلفیق ناخودآگاهی با خودآگاهی است، تا من به شخصیت گسترده تری که وی آن را خود نامیده تبدیل شود. به نظر یونگ این شرط خود شدن است که از لحاظ وی با توجه ذهن یا استشعار ساده یا به خود آمدن تفاوت اساسی دارد. بررسی رویاها در اینجا نیز لازم است، چون فهم و پذیرش آنها از جانب خودآگاهی نظمجویی خود به خود روان که شرط هموار نااستوار اعتدال درونی است بهبود می بخشد. بنابراین روش درمانی یونگ و نیز فروید چون از اصول و مبادی جدایی پذیر نیست، بدیهی است که روشنگر اختلاف مواضع آنهاست. بنا به مکتب فروید مداوا مستلزم اثر گذاشتن یا تصرف عمیق در ساختارهایی نیست که نظریه روانکاوی آنها را تعریف کرده است. اگر من برتر منظور باشد، در مواردی که قبول دارند زیاد از حد سخت و جامد است، روانکاوی می کوشد تا آن را انعطاف پذیر و ملایم سازد. و اگر من
مطمح نظر است روانکاوی سعی می‌کند تا بعضی حفاظ‌های ناساز را فرو ریزد و به تقویت حفاظت‌های دیگری که مناسب‌ترند بپردازد و خاص سازوکارهای حراست و صیانت ذات را خودآگاه سازد و اگر نهاد مطرح است روانکاوی بر آن است که باز پس روی تا گذشته‌های دور ممکن است موجب تغییر سائقه‌ها گردد. خلاصان که چون هدف درمانی است ناظر به باز کردن بندها و گشودن گره ها صور مثالی ناخودآگاهی جمعی مورد قبول یونگ فقط صد و مانع راهند، زیرا رهانیدن آدمی از بند مجموعه تصاویری که واقعیات مافوق فرد تلقی می شوند داعیه‌ای بی‌وجه خواهد بود. بنابراین مسئله دانستن این نکته است که آیا ساختارهای مثالی و نوعی یونگ فقط در مخیله وی وجود دارند یا نه. اگر چنین نباشد شگفت نیست که پیروان مکتب یونگ برای آنها نقشی مهم قائل باشند، زیرا حتی اگر نادیدهشان بگیریم همین مایه غفلت کافی نیست تا حدی برای سعی روانکاوی در رد و ارجاع یا تحویل، یعنی بازگردانیدن پدیده عالی به پدیده ایدانی باقی نماند. تضاد میان فروید و یونگ در آنچه مربوط به تحلیل رویاها می شود به روشنی آشکار می گردد. به زعم پیروان فروید رویا همواره برای کشف بعضی پیوندهای عاطفی عمیق در نزد کسی که خود از آن ارتباطات بیخبر است به کار می آید. حالان که یونگ و پیروانش میان رویای کوچک و بزرگ بنا به اصطلاح آن مکتب فرق می‌نهند. اگر خوابهای کوچک به درستی کشاکش‌های فرد آدمی را منعکس می‌سازند، خوابهای بزرگ از صور مثالی برمی‌خیزند و ظهور آنها طی درمان دال بر عمق حیات معنوی است. در این باره پیروان فروید بر اصحاب یونگ خورده می‌گیرند که امور را به طرزی ناروا تعمیم می‌دهند و کشاکش‌های فرد را با کشاکش‌های بزرگ و جاودانی نوع بشر بی سبب همسان می‌سازند و بدین طریق خودشیفتگی وی را ارضا می‌کنند و چون یقین دارند که با تحلیل ژرف و قررسی می‌توان سائقه‌های نهاد را تغییر داد، برانند که مکتب یونگ در آن موارد فقط به تقلیل تشویش انگیزی ساختار مورد نظر بسنده می کند. بدین طریق که آن ساختار را از همه خصائص عینی و فردیش می پیراید. مثلا در کشاکش اودیپی، آلما متر یعنی صورت مثالی ایمنی و پناه به نیکوترین وجه را که تصاویری چون لانه و آشیانه و غلاف و صدف و گوشماهی، مام طبیعت، آبهای عمیق و غیره مظاهر رمزی آن محسوب می شوند، جایگزین مادر می سازد. به نظر آنان یونگ با دست کم گرفتن خطر نهاد کا به هیچ وجه کشاکش روانی را که بدان مربوط می شود از بین نمی برد و روشش فقط برای تقویت بعضی جوانه به من به طرزی دلخواه از راه امپلیفیکشن بست و اتساع و عمیق کردن تصویر رؤیا از راه تداعی معانی های متمرکز بر مضمون خواب و مشابهات و نظایر آن مستخرج از علوم انسانی و تاریخ رموز، اساطیر، مذهب اسرار، عرفان، فرهنگ مردم، دین، مردم شناسی، هنر و غیره است. یا بست دادن رویاها طی درمان و کاری که بیمار می باید در فواصل بین جلسات درمان به درخواست روانکاو انجام دهد سودمند است. خلاصه آن که روش فروید مدعی است که تا امکانات بالقوه نیروزای فرد باز پس می رود، بنا به این است که پیاده کردن اجزای دستگاه به نحوی که بعداً بتوان با داده‌های به دست آمده از راه روانکاوی آنها را دوباره برهم سوار کرد ممکن است. بنابراین پیروان مستقیم الرأی یا راستگیش فروید در روش درمانی که به زعمشان فقط تواناست به اشخاص سالخورده امکان دهد تا راه تسلیم و رضا پیش گیرند و افکار و معانی از قماش اندیشه های مکاتب سنتی حکما القا می کند به دیده تحقیر می نگرند.
نزا بر سر درمان را باید به درمانگرانی که یکی از آن دو روش را برگزیدند واگذار. منتها ملاحظه می توان کرد که درمان بنا به روش فروید ولو به احتمال باشد برای همگان مقدور نیست و چون اقدامی دراز نفس و پرخرج است به ضروره درمانی فاخر و تجملی محسوب می شود. به علاوه به شهادت علاقه‌مندان بدان روش اشخاص بسالمند را سودمند نمی افتد. محض آنچنان که شارل بودوئن بنیانگذار مؤسسه سایکاگوگی در ژنو روش‌های بازپروری که بیشتر روانکاوانه است تا تربیتی برای پرورش شخصیت و منش شدیداً اظهار علاقه می‌کرد. باید آنان را نیز یاری داد تا دست کم به شایستگی و آبرومندی دوران پیری را به آخر برسانند و بیداری تمایلات و علاقه معنوی به هنگام پیری می تواند در برقراری نوعی تعادل اخلاقی سخت مؤثر افتد. درمانگران مکتب یونگ تأیید می کنند که در سنین بحرانی مداخله دادن و به حساب آوردن تحت ضابطه و مهار شده ناخودآگاهی جمعی بسیار ارزمند است. وانگهی از یاد نباید برد که یونگ خود روانپزشکی شایسته بود و تجربه شخصیش در این مقوله قابل اهمال نیست. یقیناً اگر فقط به زیست شناسی ایمان داشته باشیم و منحصراً بهار زندگی را پرستش کنیم، چنان که امروزه همین شیوه مذهب مختار عصر شده است، همواره می توان دعوی کرد که درمان بدین ترتیب در راهی عرفانی، میستیک و اساطیری می افتد تا چیزهای ناگوار را با ظاهری فریبنده برای افراد از کار افتاده‌ای که دل مشغولی های معنوی و روحانی نزد آنان ممکن است جایگزین چیزهای دیگر شود، به سان کار اقرار نیوش زنی که دیگر فاسق ندارد جلوه دهد. اما این ایراد خاطر را خرسند نمی دارد، زیرا آدمی ممکن است تا پایان زندگی با فعالیت روحی و معنوی خیش بدرخشد بیان که ضرورتاً به مرتبه پست فرو افتد، پیر شود و حتی قادر به برترین آفرینش ها باشد. به هر حال کوشش روانشناسی سوئیسی این فضیلت و مزیت را دارد که پاس ماده غنی تجربه انسانی من جمله مایه دینی را به تمامی نگاه می دارد، حالان که فروید لبریز از بینشی اساساً طبیعت گرایانه است. موضوع وی بیشتر علمی یا آلمانه است، اما میتوان از خود پرسید که آیا فرا روانشناسی اسطوره زدا به فرجام بیانگر اسطوره‌ای نوین نیست؟ اگر فرضیات یونگ به یقین قابل بحث است، فرضیات فروید تنها خاطر کسانی را خرسند می‌دارد که جزمیت علمی اختیار کردند. مثلا اگر نیروی انرژی روانی سراسر جز لیبیدو نیست، پس قوایی که آن را از حرکت باز می‌دارند و در هم می‌فشارند از کجا می‌آیند؟ فروید پاسخ می‌دهد از حیات اجتماعی. اما اگر جامعه خود فقط به علت در هم فشردگی و سرکوبی لیبیدو واقعیت می‌یابد، آیا در اینجا دیگر بار مسئله تخم مرغ و مرغ مطرح نیست؟ و اگر محرماتی چابو هست و ذهنیتی ناشی از آن، توقع و تقاضای اخلاقی نیز هست که به شهادت نمونه هایی چون زندگانی و مرگ سقراط و جوردانو برونو، فیلسوف ایتالیایی 1600 تا 1548 که به حکم انکیزیسیون تفتیش عقاید زنده سوز شد، می تواند به جای تقویت و تحکیم آن محرمات و ذهنیات آنها را برملا سازد و پشت سر بگذارد. همچنین آیا حیات معنوی در کسوت هنر و دین و فلسفه فقط لیبیدوی والایش یافته است؟ اما اگر والایشی هست، برای آنکه تحقق یابد نباید قبلا معنایی به عنوان اصلی موضوع وجود داشته باشد که لیبیدو را در هم فشرده به سوی وظایفی که برتر از التزاز آنی تلقی می شوند سوق دهد. در آنچه علل خصوص مربوط به هنر می شود، موضع فروید به غایت جزمی می نماید. وی به جای آنکه آفرینش هنری را تجلی خودجوش و اولای روح بداند، در آن فقط به دیده نوعی جانشین و قائم مقام لیبیدو می نگرد. یعنی بعضی صفحات مدخلی بر روانکاوی از این لحاظ بسی گویاست. فروید در آن کتاب از راه بازگشتی سخن می گوید که از خیال بافی به واقعیت می رسد.
هنرمند درونگرایی است که در مرز روان نژندی قرار دارد. درونگرا به مفهوم فروید یعنی کسی که لیبیدویش با پسنشینی به چیزهای تخیلی یا اوهام روی آورده است. سائقه ها و تمایلاتی به غایت قدرتمند در وی میجوشند و میخروشند و او آرزومند کسب افتخار، قدرت، ثروت، شهرت و تشنه کامرانی با زنان است، اما وسایل فراهم آوردن این همه خرسندی خاطر را ندارد. از این رو چون هر آدم ناخرسند از واقعیت روی برمیتابد تا همه رغبت و لیبیدویش را بر آرزوهایی که آفریده خیال ویند متمرکز سازد، در بهترین حالات سرانجام به آنچه در آغاز آرزو میکرد نایل میآید، یعنی قدرشناسی و تحسین و ستایش از جانب مردم، و در این صورت به مدد خیال افتخار و قدرت و مهر زنان را که قبلا فقط در خیالش واقعیت داشتند به دست میآورد. چنین مفهومی از هنر بدان میماند که غله را چنان آسیا کنند که آرد نشود، و یا در حکم مخلوط کردن گندم و چاودار و جو و به هم آمیختن گوهر و خرمهره است. والایش یا تسعید معروف و زبانزد فروید در این حوزه شکست میخورد. قطعا خاک و کود بایست است تا گل سرخ بروید، اما گل سرخ نه خاک است و نه کود. اگر این نکته غیر قابل انکار است که فرویدیسم بهره نبوغ آسایی به معرفت انسان قرن بیستم افسوده، معنای این سخنی نیست که دلایل پندارهای هزاران هزار ساله بشر را به نحو قاطعی عرضه داشته است و بیگمان مفهومش از واقعیت محتاج تجدید نظر است. یونگ به سهم خود توقعات و مطالبات حیات معنوی را عمیقاً احساس کرد، اما نظراتش به فرجام سازنده مابعد و طبیعه حقیقی غیر عقلانی با سبقه مذهب اسرار یا عرفان و کم اعتناب مسائل اجتماعی است. در یک سو چفت و بستی استوار و دیگر سو دهنهی بس فراخ تا آنجا که بیشتر به التقاطگرایی می انجامد تا به ترکیب. دین بهتر از فلسفه در مکتب یونگ مزایایی کسب می‌کند، زیرا یونگ برای زبان رمزی آموزه‌های مذهبی حیاتی خاص قائل است، حتی اگر آن زبان عقلاً دریافته نشود، و چرا چنین نباشد. اما باز بر خود پوشیده نباید داشت که عقاید مذهبی در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی پیوسته چنان نقشی بازی کردند که از دو طرف رمز پردازی و یا اکتفا به ظاهر حقیقت که معارض یکدیگرند سود بردند، یعنی یا این بودند یا آن و یا هر دو. به زعم یونگ انسان جدید خطا کرده که از ناخودآگاهی جمعی که واقعیتی عینی است گسسته، و همین گسستگی میان دانش و ایمان ورطه انداخته است و یقین دارد که از این ناخودآگاهی سرچشمه احساسات، خیالات، عواطف، سائقه ها، رویاها که در بینشش صورت واقعیتی ارزمند و بیمناک را یافته نمیتوان بیگزند و زیان روی برتافت. خود وی که بر وفق خودشناسیش درونگراست، در حق هر گونه ساخت و پرداخت معانی و تصورات مجرد بدگمان است، چون یقین دارد که از برون هیچ چیز را تغییر نمیتوان داد و همه چیز بسته به حکمت و فرزانگی شخص آدمی است. و اما واژه‌های درون و برون مبین واقعیاتی هستند که در هم می‌آمیزند. اگر واکنش در قبال خردگرایی فنی زمانه ما و رویاروی ذهن و روحیه آکنده از قواعد آماری به دفاع از حقوق و ارزش حیات درونی و ذهنیت و باطنیت برخواستن کاری خردمندانه است، موضع‌گیری یونگ در این خصوص بسیار افراطی و یک رویه می نماید، تا آنجا که به رغم دعوی کلیت و جامعیت یک جانبه می شود، زیرا بر ارزش گذاری زیاده از اندازه باطنیت به سود نوعی حکمت زندگی مبتنی است که به سادگی ممکن است به گونه رضایت و خوشنودی از خود و رعونت نفس و پرستش روان شایسته و زیبنده که هگل از مفاسدش سخن گفته بیانجامد. اگر فروید بیش از اندازه برای عقل مجرد که آن را با خرد خلط کرده مزیت قائل است، آموزه یونگ ارزش هیچ یک از آن دو را به قدر کفایت معلوم نمی دارد. مثلا من که مرکز خودآگاهی فرد است، گاه در اندیشش با عقده ای ساده به مثابه عقده هایی که می توانند شخصیتی ثانوی بیافرینند یکی و همانند می شود. بدین گونه حکمت یونگ به ضد تجددی می انجامد
که شرط معتبر شمردنش قبول این معنی است که جهان در دوره‌های تحت سیطره روحیات سحرآمیز جادویی بهتر بوده است، امری که به هیچ وجه قطعی و مسلم نیست. با این همه بیگمان موضع‌گیری که ناظر به بنیان نهادن سلوکی در زندگی بر پایه اصالت غیر عقلانی بنیادی یعنی مرکوز در اعماق طبیعت آدمی است، مهم و شایان اعتناست. اما روش نیل بدان اگر روشی باشد در نهایت اصالت عمل یا مصلحت‌گرایی است که تمیز میان راست و دروغ و واقعیت و پندار را دشوار می‌کند. انشراح صدر یون به وی امکان اخذ و پذیرش چیزهای بس نو و موزون و بی‌تناسب را داده است. درباره‌اش گفتند که از همه چیز بهره‌ای برمی‌گیرد و این به یک معنا مزیتی است. اما آنجا که سنگربندی پشت صور مثالی جایگزین تعینات عقلانی می شود که برای فهم موقعیتی تاریخی بس ضرور است، عیب و نقصی خطرناک است. در آخرین سالهای زندگیش آثار مهمی در این حال ادبی و علمی به چاپ رساند که روانشناسی دین و کیمیاگری را که کار عمده آن فرافکنی فرایند تفرد است از دیدگاه‌های نوینی توضیح می کند. وانگهی فرضیاتش بنیانگذار بسیاری از تحقیقات نوین بودند. بنابراین حالیا داوری و صدور حکم قطعی و برگشت ناپذیر کاری شتاب زده خواهد بود. در مقابل ملاحظه می توان کرد که روانشناس سوئیسی کشف فروید یعنی عملکرد رمزی روان ناخودآگاه را به غایت مایه‌دار و غنی ساخته است، چون با جسارت بسیار چشم‌اندازهای غیر منتظری در برابر دیدگان ما گشوده است که به هر حال بحث و چون و چرا کردن مجدد در مسائلی را که ذهن اثباتی و تحصلی گستاخانه و از سر بی‌پروایی منتفی می‌دانست اجباری می‌سازد. روانشناسی و شعر، صفحه 28. این مقاله نخستین بار در 1930 به چاپ رسیده است. ترجمه این مقاله به قلم دکتر رولان کاهن است. مقدمه. یقین است و حتی بدیهی که روانشناسی دانش واقعیات و فرایندهای روانی می تواند و باید در تحقیقات ادبی مورد استفاده قرار گیرد و آن را یاری دهد. مگر نه این است که روان انسان در این حال مادر زاینده همه علوم و زهدان هر اثر هنری است؟ از این رو به حق می باید از علوم روانی انتظار داشت که از سوی بتوانند به بررسی ساختار روانی اثر هنری مدد رسانند و از سوی دیگر عوامل روانی را که موجب شرطی یا مقید گشتن هنرمند خلاق می شوند تبیین و توضیح کنند. باید خاطر نشان ساخت که در اینجا با دو وظیفه اساساً مختلف سر و کار داریم. بررسی اثری هنری تشریح ثمره‌ای است که خواسته و دانسته از قوا و فعالیت‌های روانی پیچیده حاصل آمده است. اما بررسی موجبات روانی شرطی شدن هنرمند خلاق به معنی مطالعه خود دستگاه روانی است. در مورد اول اثر هنری عینی موضوع تفسیر روانشناختی است و در مورد دوم وجود انسانی خلاق به سیمای شخصیتی که نشان آشکار بی همتایی بر جبین دارد مطمئن نظر است. گرچه میان اثر هنری و آفرینندهش روابط بس تنگاتنگی هست و رشته های ناگسستنی آنان را که بدان وسیله در هم تداخل و با هم هش رو نش دارند به یکدیگر می پیوندند. محض حقیقت این است که یکی نمی تواند مبین دیگری باشد. به یقین می توان از یکی استنتاجاتی معتبر در باب دیگری کرد، اما این استنتاجات هرگز منطقا الزام آور نیستند. در بهترین حالات آن استنتاجات استقرایی احتمالات و نظرات اجمالی سودمندی بیش نیستند. همین و بس. وقتی بانگ شگفت زده فاست را می شنویم که مادران مادران این واژه چه تنین شگرفی دارد، آنچه در باب سلوک شخصی گوته با مادرش می دانیم به یاری من می شتابد و ذهن من را روشن می کند. اما نمی توانیم دریابیم چگونه
تثبیت بر مادر یا بستگی شدید به وی میتواند تحقیقاً اثری چون فاست پدید آورد. هرچند شهود و اشراقی ژرف وادارمان میکند که بیاندیشیم رشته های وابستگی به مادر در نزد گوته نقشی عمده داشته و دقیقاً در فاست خاص نشانه های کاشف اسرار به جا گذاشته است. متقابلاً با بررسی دوره خاندان نیبلونگن ممکن نیست با یقین این واقعیت را کشف یا استنتاج کرد که واگنر به مردان در جامعه زنان کششی داشته است، گرچه در اینجا نیز میتوان مجاری پنهانی را تمیز داد که از خصائل پهلوانی خاندان نیبلونگن به ویژگی های بیمارگون زنانه شخص واگنر میرسد. روانشناسی شخص آفریننده بعضی خصائل اثرش را واضح می سازد و معلوم می دارد، اما تبیین نمی کند. وانگهی به فرضان که به طرز موفقیت آمیزی نیز تبیین کند، باید از آن داشت محتویتی از آن که دعوی می شود خلاق است، به درجه نشانه بیماری تنزل می یابد، چیزی که نه به سود اثر است و نه افتخار آفرین برای آن. دانش روانشناسی که در ضمن تازه ترین شاخه از درخت معارف آدمی است، در موقعیت کنونیش ابداً اجازه نمی دهد که در قلمرو تفسیر ادبی رابطه بیچون و چرایی میان علت و معلول برقرار کنیم و محاذا این درست چیزی است که از علمی انتظار می رود. اما روانشناسی فقط در قلمرو نیم روانشناختی غرایز و باستاب ها رابطه علی بیخدشهی کشف می کند. ولیکن آنجا که زندگانی روانی آغاز می شود، یعنی وقتی پا به قلم روی عقده ها می گذاریم، روانشناسی باید به توصیف دقیق و مشروع رشته وقایع به هم پیوسته سلسله مانندی که مشاهده می کند خرسند باشد. باید به تصویر کردن تار و پود های غالباً غریب و بی همتایی که می بیند به طرز زنده تا آنجا که ممکن است بسنده کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi.com مراجعه فرمایید.